ما همون حرفی رو که روز ازل در معارفه اعلام کردیم و من فکر کرده بودم روی اون مطلب که اونایی که اموال دستشون املاک و باید توافق کنن، باید برگردونن و گردن، ما از اون ابزارهای قانونی که ممکنه تلخ هم باشه ظاهرشون استفاده خواهیم کرد. پرویز فتاح، رئیس بنیاد مستضعفان، یکی از اولویت‌های خود را بازپسگیری املاک و مستغلات این بنیاد اعلام کرده و می‌گوید کوتاه نخواهد آمد. او می‌گوید بخشی از املاک این بنیاد با اجازه یا بی اجازه در دست افراد و ارگان‌های مختلفی قرار دارد و آن تعدادی که اجاره نامه ندارند باید ملک خود را پس بدهند. چند ماه قبل اعلام برخی از نمونه های این املاک از سوی فتاح در یک برنامه تلویزیونی حواشی زیادی به دنبال داشت و برخی آن را یک طرفه و اغراق شده دانستند. پس گرفتن ساختمان دانشکده خبر هم حاشیه های تازه ای ایجاد کرد، موضوعی که البته خیلی زود فراموش شد، اما بنیاد همچنان بر بازپسگیری املاکش اصرار دارد. املاکی که عمدتاً حاصل مصادره‌های اوایل انقلاب هستند و حالا برخی از آنها محل مناقشه چند نهاد انقلابی شده است. رئیس بنیاد مستضعفان 18 بهمن اعلام کرد نهاد تحت امرش 100,000 زمین را با ارزش بیش از 10,000 میلیارد تومان که حکومت پهلوی در اختیار گرفته بود به مردم برگردانده است و این روند ادامه خواهد داشت. چند روز قبل فتاح در حاشیه افتتاح موزه دفینه که حالا با نام سردار آسمانی افتتاح شده درباره نتایج این پیگیری ها اینطور توضیح داد: این شعار بنده در روز اول ورود به بنیاد رئیس دفتر مقام معظم رهبری آقای گلپایگانی نشسته بود، من سخنرانی کردم، گفتم ما کوتاه نمیایم، این اموال مردمه، اموال مستضعفانه، اگر دست کسی ارگانی به قاعده با اصول با قانون باید باشه ولی باید برگرده. الان ما در این مسیریم، با قاطعیت هم گفتیم میگیم کوتاه نمیایم. بخش از اون صحبت هایی که ما کردیم حاشیه هم پیدا کرد، به نتیجه رسیده، ما اعلام میکنیم، بزرگواری کردن، آوردن تحویل دادن یا در حال تحویله، همشون حل شده و میخواهد شد. غیر از اونا ما از طریق قوه قضاییه اقداماتی کردیم، پرونده‌های زیادی مفتوح شده، حضرت آقای رئیسی هم چند تا شعبه اختصاصی برای کار ما قرار داده، خارج از نوبت داره دستور میده، اینا برمیگرده. ببینید دست هر کسیه، چون مال مستضعفانه، ما هم وظیفه داریم هم اطلاع رسانی کنیم، هم واقعا این امید و این اطمینان رو بدیم که منافع حاصل از اینها باید بره به سمت مستضعفین، نیازمندان، مناطق محروم، و داریم این کار رو میکنیم به لطف خدا. آماری هم دارید از این که دقیقاً چقدر چند قطعه زمین برگشت داده شده و چند قطعه در واقع حالا در دست پیگیری قوه قضاییه؟ آمار بگیریم بدیم، ولی من در واقع 2 هفته قبل مراسم داشتیم، اعلام کردیم 102,000 فقره زمین رو به نام بنیاد علوی رایگان دادیم به مردم. اینا همه محروم بودن، زمین هاشون چند صد متر، کشاورزی، خونه، رایگان دادیم ما 102,000 فقره، بازم داریم میدیم. ما تو این قضیه جدی هستیم که اینا بتونن خونه دار بشن، یه زمینی کشاورزی مختصر حداقل مال خودش، سند 6 دانگ هم میدیم کسی نتونه دوباره اینو مسایع ازش بگیر. اون روند واگذاری ادامه داره، ولی منابع حاصل از این زمین هایی که گرفته میشه و بعضن هم گران قیمته، اینا رو ما با تبدیل به ارزش افزوده کنیم و حتما منافعش به لطف خدا میبینید دیگه. ما داریم جای مختلف خرج میکنیم، زلزله میشه، سیل میشه، اتفاق میفته، کرونا میاد، محروم، هر جا پیدا، ما داریم کمک میکنیم. ما در کنار دولت و همسو با تصمیماتی در سطح نظام گرفته میشه، واقعا در کنار محرومین و مردم عزیز هستیم، چون مردم تحت فشارن، مردم تحت فشار، مثلا اقشار پایین، ما باید به دادشون برسیم. این گرانی افسار گسیخته، این چند برابر شدن قیمت ها چه میکنه؟ خب
ما وظیفه داریم، اسم مستضعفان هم به ما گذاشتن دیگه، بنیاد چی؟ بنیاد مال مستضعفانه، نه مال من مدیر این اون، نه ما، یعنی منافعش. و ما همه سعیمون اینه که اعمالمون، رفتارمون، اقداماتمون جهتش و منافعش بره به سمت محرومان و مستضعف. از موزه‌هایی که در اختیارتون هست چه خبر؟ موزه مثل نیاوران و سعدآباد یا موزه‌های شخصی دیگه مثل موزه شمس توی کرج، اونها اقداماتشون به کجا رسید؟ دست ما نیست متاسفانه، از این جهت میگم که دست ما کوتاه و خرما بر نخیل. ما از بین همه این کاخ ها فقط مرمر رو، اونم که دیدی سرش چه مشاجراتی بود، خدا کمک کرد افتاد دست ما، چون بعد از 40 سال این اتفاق افتاد. خب بالاخره کاخ مرمر رو در اختیار ما گذاشتن، ما تبدیل کردیم باستانی به یه موزه فاخر، برید ببینید. مال ما نیست، مال مردمه، هنر این مردمه. بقیه کارا خانم دست ما نیست، یا دست میراثه، یا دست ارشاده، یا دست کدوم دستگاهه. نه ببینید دست ما نیست، این رأی رو ندادن که به ما تحویل بدن. ما هم رفته حقوقی شده، شکایت شده، دولت اومده وسط، مدعی شده و بالاخره ما طبق قوانین عمل میکنیم. اگر قانون شد، رأی صادر شد، اتفاق نظر شد مثل مرمر، ما رو سر ما میریم مال مردم رو احیا میکنیم، تبدیل میکنیم به یه موزه فاخر. اگرم ندادند یه شما این سوال باید از اونا بپرسید چجوری اداره میکنه، شرایطش چطور هست. شمس هم همین، دست ما نیست، دست میراثه.